تنها دو روز پس از پخش گزارش‌ها درباره برگشت ملا عبدالقیوم ذاکر به جنگ، خواست بررسی‌ها درباره چگونگی رهایی این فرمانده طالبان از زندان مطرح می‌شود. باید از این اعمال یک بار نیست، دو بار نیست، چندین باری عمل تکرار شده که باید تجربه گرفته شود. اما کسی که در عقب از این موضوع قرار داره، من فکر می‌کنم که اونا در برابر مردم افغانستان صادق نیستند که باید برخورد جدی‌تر با اونا صورت بگیره. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر هشدار میدهد که دامه چنین رویدادها مردم را نسبت به پیاده شدن ثبات در کشور بی‌باور خواهد ساخت. بعد از تثبیتی که این افراد دوباره دست به خشونت علیه مردم عادی نمیزنند، در موردشان از طریق مراجع قضایی تصمیم گرفته شود. هیچگاهی نباید جرم همچون مجرمین مورد عفو قرار بگیره. هم استرام حکمی افغانستان در اینجا مسئولیت داره. یعنی مثلا هم پارلمان افغانستان، در پارلمان افغانستان این موضوع باید طرح شود، بالاش بحث شود، باید مورد باید تفتک بازخواست شود که چرا چنین کار شده. با این سیستم نظامی که ما داریم، پارلمان افغانستان ناتوان است که از رئیس جمهور افغانستان بازخواست. با این هم ریاست جمهوری که در این باره جزئیاتی به دست نمیداد، ارگونه پیوند رئیس جمهور را با رهایی این فرمانده طالبان از زندان رد میکند. بسیار وقت پیش بوده و یک دو سال پیش راه شده، ولی به فرمان رئیس جمهور دقیقم نشده راه. بر بنیاد گزارش‌ها در حدود 20% از زندانیان آزاد شده از گوانتانامو مانند عبدالقیوم ذاکر به میدان‌های جنگ برمی‌گردند. در مواردی هم آزادی شمار از افراد کلیدی طالبان از زندان‌های در داخل افغانستان مشکل ساز بودند. آزادی‌هایی که برخواسته از مصلحت‌ها و نیز مبادله‌ها در جریان مواردی از گروگانگیری‌ها در کشور گفته می‌شوند. زمین امنیت روند گفتگو با مخالفان مصالح دولت و چگونگی مبارزه با فساد اداری موضوعات محوری نشست کابل را می‌سازند که قرار است تا 3 ماه آینده در کابل برگزار شود. در این حال رئیس مجلس نمایندگان از نماینده حکومت می‌خواهد تا پیش از برگزاری نشست کابل خطوط اساسی و سیاست‌های نشست از سوی نمایندگان مجلس تصویب شوند. نماینده حکومت که به منظور گزارش دهی درباره برگزاری نشست کابل به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، میگوید که در این نشست نمایندگان کشورهای جهان برای بررسی همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با مواد مخدر و نیز رشد اقتصادی افغانستان شرکت خواهند کرد. در قسمت مصالحه مسئله این است که ما به حساب زمینه برای این مصالحه بسازیم که جنایتکاران پس بیان و یک زمینه برای این یک بزنس جدید شود. سود به هیچ وجه با پول خریده نمیشه. ولی مسئله اساسی در این است که مردم افغانستان بالاخره در یک اجتماع ملی قرار بگیرند. در همین حال برخی از نمایندگان نشست کابل را با ارزش می‌دانند و بر افغانی بودن این نشست تاکید می‌ورزند، اما برخی دیگری این نشست را از دیدگاه دیگری می‌نگرند. پارلمان داره و بالاتر از او یک مجلس کلان به نام دولت دیگه داره که ترکیبش و فرمولش بسیار مشخص است. چه از این مجامع قانونی رو استفاده می‌کنیم؟ ما برای جنگ هستیم، تمام مردم ما کشته میشه. در همین حال مجلس نمایندگان تصویب خطوط اساسی و سیاست هایی را که در نشست کابل مطرح می شوند پیش از برگزاری این نشست برای رسیدن به هدف های پیش بینی شده لازم می داند. پیش از اینکه کنفرانس کابل دایر شود، خطوط اساسی پالیسی هایی که در اونجا مطرح می شود با حکم قانون اساسی به شورا فرستاده شود. قرار است تا 2 روزی دیگر نماینده حکومت برای دادن اطلاعات درباره چگونگی جرگه سال نیز در مجلس نمایندگان حضور یابد. توجه دولت و بازسازی متوازن پیوندهای مردم را با دولت استوار می سازد. شمار از سران قوم 5 ولایت شمال با اظهار این مطلب می گویند که سپردن کار به اهل کار، از میان برداشتن فساد اداری و جلوگیری نیروهای خارجی از عملیات و بازرسی های خودسرانه باعث علاقمندی مردم به دولت و تحکیم وحدت ملی خواهند شد. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل همایش یک روزه ای را به منظور ارزیابی نقش سران اقوام در تحکیم وحدت ملی و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور در شهر مزار شریف برگزار کرده است. کار با اهلی کار سی بروده نشده که تا این مردم از دولت خود فاصله گرفته رئیس. دولت هم توجه داشته باشد در مردم استوابان از نظر نفر تا سرکاش کل شود. مردم با کلی از آب آشامیدنی سیهی محروم است. از سوی دیگر معین امور سرحدات اقوام و قبایل میگوید دولت در تلاش است تا جرگه صلح را در سال آینده را اندازی نماید و در این جرگه سران اقوام دعوت میشوند. دولت خودش تصمیم گرفته که در هر ولایت در منطقه که از خودشان برادران در مصفیدا مشوران دعوت بکنند و در لیست جرگه گرفته شوند.
شماری سران اقوام که از 5 ولایت شمال در این همایش شرکت کردند، میگویند با سازی متوازن در کشور، مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از عملیات‌های خودسرانه نیروهای خارجی و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای مردم را همکار دولت می‌سازد.